سلام، من امیرعلی میرزایی هستم، مربی رفتارشناس و روانشناس تکا. خیلی خوشحالم که یه بار دیگه با سیدنی خانم زیبا در خدمت شما هستیم. ما می‌خوایم راجع به موضوع خیلی مهم دیگه خیلی سریع با هم صحبت کنیم. یه نکته خیلی مهم رو بهتون بگم، یادتون باشه که این ویدیو رو حتما سیو کنیم که یادتون نره این نکته رو برای دوستاتون هم بفرستیم که بارش شرمنده می‌کنیم، دست شما درد نکنه که ما رو حمایت می‌کنید. بهتون می‌خوام 3 تا موقع مهم رو بگم که نباید سعیتون رو تشویق کنید. این 3 تا موقعی که من میگم به هیچ وجه نباید سعیتون رو بغل کنید، نباید سعیتون رو ناز کنید، نباید قربون صدقش برید، نباید بهش خوراکی بدید. توی این 3 تا شرایط، یکی شرایط ترس، موقعی که سگ شما ترسیده، مثلا رعد و برق اومده، یه سگ کوچولو شما تو خونه دارین ترسیده، داره میلرزه، یه گوشه جمع شده، دمش داده تو ما، چیکار می‌کنید؟ وای مامانی نترس، چیزی نیست بابا، رعد و برق فلان. سگا مغزشون اینستانتانیه و در لحظه فکر میکنن. هر ثانیه که شما سگتون تشویق میکنید، ناز میکنید و قربون صدقش میرین، یعنی این کاری که الان داری میکنی همین الان درسته. ایول همین کار ادامه بده. سگ که فارسی نمیفهمه، وقتی ترس شما بغلش میکنه میگی مامان نترس چیزی نیست، اون میشنوه که بترس، چقدر خوبه که میترسی. اصلا فکر کن ما دوست داریم که تو بترسی. فکر میکنه یکی از راهایی که محبت شما رو به دست بیاره ترسیدن. دفعه بعدی چهارشنبه سوری میشه میترسه بغلش میکنی، میره دامپزشکی میترسه بغلش میکنی، از یه سگ گنده میترسه بغلش میکنی، هی تو شرایط مختلف هی میترسه هی بغلش میکنی. فکر میکنه ترسیدن کار خوبیه، دو سالش میشه میشه یه سگ ترسو و شما باعث شدین که سگتون ترسو بشه. اینکه جسارت یه سگ رو ازش بگیریم و تبدیلش کنیم به یک موجود ترسو اصلا کار درست نیست. به نظر من حیوان آزاری فقط نیست که بگیریم سگو بزنیم، که اینکه جسارت چم ازش بگیریم یه حیوان آزاری مدرنه. ما با در مقابل سگامو موظفیم که به طوری تربیتشون کنیم که جسور باشن، لذت ببرن، اعتماد به نفس داشته باشن و بتونن رو پای خودشون وایسن. این وظیفه ای ماست که از طبیعت خودشون خارج کردیم و آوردیم تو خونه زندگی خودمون. پس این اولین مورد. دومین مورد، موقعی که سگ شما داره به صورت به حالت اشتباهی واق واق میکنه، مثلا زنگ در خونه میخوره، سگ شما شروع میکنه واق 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 خونه رو میذاره به سرش، یا مثلا یه غریبه میاد تو خونه، سگ شما شروع میکنه واق واق واق. بعد شما چیکار میکنی؟ مامان مهمونه، چیزی نیست، مامان آسانسور، مامان سوپرمارکت. این یعنی چی؟ یعنی آفرین، تو میتونی واق واق کن، خونه رو بذار رو سرش. چنین مفهومی داره، چون تو لحظه فکر میکنه. در سر نتیجه ما باید همون لحظه اصلاحش کنیم. وقتی دست از این کار برداشت بعد تشویقش کنیم. حالا اینکه در مورد سر صدا چیکار کنیم، در مورد ترس چیکار کنیم، همه اینا جداگونه براش ویدیو تو پیج من وجود داره. واسه با این موردی که میخوام بهتون بگم، زمان پرخاشه که ویدیو براش وجود نداره تو پیج من، به زودی میذارم. بعد زمان پرخاش بعد چیکار کنیم؟ البته خب قطعا بعد اصلاحش کنیم دیگه. بعد زمان پرخاش سگ میره به سگ دیگه پرخاش میکنه تو خیابون، مثلا یه سگ دیگه میره، یه پامر یه جرمنه میبینه، شروع میکنه اصلا قور زدن، شروع میکنه پرخاش کردن، قلادش رو میکشه، میخواد بره بخورتش، مثلا یه چین سیستمی. بعد مامانش چیکار میکنه؟ بغلش میکنه، مامان دوستت، کاری نداره. یا مثلا یه مهمون میبینه، یا آدم میبینه میخواد بره بگیرتش، مامان دوست، کاری نداره، مهربون باش فلان. یعنی آفرین، برو جرش بده، تیکه تیکش کن. چنین مفهومی داره. ما میخوایم سگو گارد کنیم موقعی که پرخاش میکنه، در واقع بهش محبت میکنیم. پس در نتیجه این کارم قطعا اشتباه. موقعی که سگ ما با سگ دیگه پرخاش میکنه، ما اصلاحش میکنیم. هر نژادی هم که میخواد باشه، میخواد دوگا آرژانتینا باشه، میخواد پامرانی هم باشه، وقتی که شروع میکنه پرخاش کردن ما اصلاحش میکنیم. بچه پته، قرار مهربون باشه. من نمیخوام سیدنی بره همه رو بخوره که، قرار مهربون باشه. ما وظیفمون از سگا مراقبت کنیم، نه اونا از ما. اوکی، اینا پتن، سگای خونگی ان. اگه قرار باشه نگهبان باشن که اصلا بحث جداست، جای نگهداریشون هم جداست، توی خونه نیست، توی آپارتمان نیست، تو باغه. اوکی، بحثش هم جدا میشه کاملا. پس موقعی پرخاش، موقعی ترس و موقعی سر صدا نباید سگمون رو بغل کنیم، تشویق کنیم، قربون صدقش بریم. اول بعد به شرایط استیبل، نرمال، ریلکس و عادی تبدیلش بکنیم، بعد قربون صدقش بریم. اوکی، خیلی متشکرم که به حرفای من گوش دادید. سیو کنیم، تو رو خدا ویدیوامو سیو کنیم، بمونه براتون، بعدن دنبالش نگردیم، اینا به درد میخوره به خداها. بگو سیدنی اینا رو. این دهن سیدنی رو دقت کن چرا میوندازه. من توش جا میشم. ای خدا. سوفی تو هم بیا. بیا تو رو ببینم، اگه تو انقدر دیگری بغل به من نمیدی سوفی. قشنگ بغل بده من. ای جانم، ای جانم دخترم. ای جانم لوسای من. ای جانم. آخ آخ آخ. آخ آخ آخ. سوالتون هست؟ توسکیل هم تشکیف داری؟ آخ، مرسی که هر فرمان گوش کنید. خدا متفصیل.